تراسی بلان و مشه مراشاق اینتی عقوف گفتاری از عرشی خوادوش در کتاب تفسیرشون بر روی شیر هشیریم عنوان کردیم یک بار دیگه لفظش رو خدمت سروران قرائت میکنم و بعد به توضیح و تفسیر بیشتر بپردازیم به ازرات در کتاب ششنت ها اماقیم لفظ مقدس این بزرگوار هستش اتساتیهی مشورت من اینه که التیس اقل شیورخ بلیت شووا بابت شکستت یا گناهت بدون توبه فریاد نزن شکستگی قلب مقدمه به هر اونچه که خطا کردی نسبت به نفست اختخیلا ولی اولش پاسخ میفرماید هر مرایخ نشون بده به من چهره خودت رو هل اینی تخیلات مرعای خواهمیتی لیش ها اسرائلی. اول اون چهره واقعی وجودت که مختص به یک شخص اسرائیل هستش رو برای من ایان کن آشکار کن چطور؟ الیده شووا چون سلم آدم به سلم لوکیم به خصوص اسرائیل در غالب الهی آفریده شدن به واسطه ی توبه و بعد از این تو پاسخ میگه اینیت قلخ حالا صداتو میخوام بشنوم و طلب نجات کن از من مگر نه اینکه در حال حاضر یعنی بعد از اینکه چهره واقعی خودت رو نمایان کردی از طریق توبه کی قلخ عارف صدات عزیز و دلپسنده لیفنه که شعر مرخ ناوه چون قبلش چهره تو زیبا شده منظور شیخ خرقودش های مقدار بیشتر توضیح بدیم البته واضح هست کلام ایشون ولی حقیقتا حقودش بارو خوب انسان رو در قالب الهی خلق کرده منظور از جنبه نشاما و نفسی که از ذات خودش درون ام اسرائیل دمیده که اون نفس پاک و تاهر و زلاله و متاسفانه وقتی که انسان مرتکب خطا میشه لکه ناپاکی بر این وجود پاک ایجاد میکنه که همون سلم ملوکیمه همون غالب الهی و وقتی که از خداوند تقاضای نجات میکنه کی اگه بگیم انگاری که خدا نمیشناستش این آدمی که الان لکه گناه بر لباس روحانیش ایجاد شده بر نفسش ایجاد شده انگار خدا میگه من من نمیدونم تو کی هستی هر یه اسم عرایخ اول با خودتا به من نشون بدی و به خاطر اینکه اون سلم وجودی که من برای تو ایجاد کردم نفسی که من از خودم درون تو دمیدم زخ خالصه زلاله پاک و منزهه بنابراین خالق دنیا آفریننده عالم میفرماید که هر این اسم عرایخ اول اون چهره پاک رو نمایان کن و این چطور اتفاق میفته به وصله اینکه توبه بکنیم اون موقع که تلم یعنی قالب الهی تو به اون موقعیت پاک و واقعی خودش برگشت میتونی از من طلب بکنی نجات و صدات رو دوست دارم که بشنوم یعنی اون موقع اتفاقا من طالب تفیلای تو و درخواست تو هستم چرا چون قل خارف صدای تفیلای تو برای من بسیار عزیز و محبوبه وقتی که چهره تو زیبا هستش منظور سلم لوکیم زخ و ناقی همون قالب الهی پاک و منزه به زخوتشی به زخوت تشوبا به امت که تمام تیغونیم یا اصلاحیاتی که در گفته های آلمان ما ذکر شده که یه بحث خیلی مفصلی هستش که تا چه حدی برای چه شخصی باید اهمیت داد و انجام داد ولی اونچه که در اصل گناهان انسان رو میبخشه نه تعنیت نه و نه هیچ چیز دیگه ای اصل اصلش تشوبای توبه است هر چه قدم که اونها کمک میکنن در مورد یه سری گناهان سنگینی که کاملا اون لکه های گناه زدوده بشه کمک کنندن ولی هر چه قدرم که آدم تعنیت بگیره هر چقدر هم که آدم ریاضت بکشه و بر مینان یه سورینایی که مشکلات که تو زندگی امروزی گریبان همه رو گرفتن و هر کسی به نوبه خودش مشکلات بسیاری داره که باش دست و پنجه نرمی نر چه مشکل مادی چه مشکل معنوی که اگر در قبال اونها شاکر خدا باشه و خدایی ناکرده ناشکری نکنه اعتراض نکنه اونا خودشون بهترین راه حل برای زدودن لکه های گناه هستن ولی باید بدونیم که به واقع خود, خود ایسورین ها و مسائب هم وقتی آدم رو پاک میکنن و وقتی آینده بهتری برای آدم رقم میزنن که باعث بشن آدم بیدار بشه و توبه کنه و پس اصل صد درصد اینه که آدم تشووا بکنه از ته قلبش قبالا اله آتید قبول کردن برای آینده یه دونه بند تو رمبام هیل خود شووا می که چطوری باید شووا کنی باید بگی خواهشن خدای قادر من و قادر پدران من مثل لاشانی که ما تو تفیلا میگیم گیم آن رو لوکه به لوکه ابو تای خطا من خطا کردم خطاش را در واقع جزء بکنه عنوان بکنه و بعدش هم که دیگه این کار نمی کنه. طلب بخشش بکنه و دیگه این کار نمی کنه. این کل توبه است ممکنه 20 ثانیه طول بکشه 30 ثانیه طول بکشه چیزی که میتوای ویدویه نه کل توبه چرا؟ چون توبه وقتیه که کار اشتباهش رو بذاره کنار یعنی در آینده بعد از این کار اشتباهش رو بذاره کنار این نکته رو اضافه میکنم غیر ممکنه غیر ممکنه آدم بتونه سر تعهدش به خدا وایسه در اون موردی که توبه کرده اگر بعد از این در, این م... در اون مورد آموزش تورا نداشته باشه اگر در اون مورد کسب آگاهی از تورا نکنه غیر ممکنه آدم اگه روزی صد بارم بیاد بگه خدایا منو مهیلاک و من اشتباه کردم چیزی ها دیدم که نباید میدیدم حرفی ها زدم که نباید میزدم غیبت کردم نباید می کردم عصبانی شدم نباید می شدم ولی نره بشینه کتاب بخونه آگاهی علم به این مغزش بده به این عقلش بده هیچ تزمینی وجود نداره که تو کمترین فرصت بزنه زیر حرفش و دوباره به لغزش بیفته این چیزیه که اوراقای مقدوش میگه اصلا واقعا حقیقتا همه چیز نیاز به نوشتن نداره سه بارا پشوتا یعنی یه منطق عینیه آدم هر چه در یه زمینه لغزش داشته بیاد بگه من بد کردم من اشتباه کردم نره بشینه بخونه که آقا این گناه چقدر قدر چقدر زشته چه قدر مزره دوری از این گناه چقدر سود بخشه نره بشینه بخونه مطالعه بکنه در مورد طریقه هایی که میتونه را کنترل بکنه و این گناه ها کنار بگذاره چطوری میتونه بگه حتی برای یک هفته تضمین بده که من این گناه ها نمی کنم. چون عقل ضعیف میشه احساسات قویه عقل ضعیفه احساسات به عقل قلبه میکنه و خیلی لاحت به لغزش میفته عقل باید تقویت کرد تقویت عقل از طریق مطالعه تورات نوح و یا حداقل بشنوه از اون از وایس استفاده بکنید که بزرگان به ما یاد میدن یا در این مورد حالا به هر نحوی میتونه گیر بیاره بهش کمک میکنن اطلاعات و آگاهی قدوشا با تقدس بهش میدن که بتونه بر احساساتش غلبه بکنه اون موقع هر این یک مرعه که چهره واقعی خودشا به درگاه خدا آشکار کرده و هشنگ به زکین رو بیتشو باشه لما گمر کسی و به خزیمات رو برای همگی باشه آمین که یه